واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز جمعه ششم بهمن ما فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از مباحث بسیار مهم. با توجه به اینکه یک سال هست از شعار زن زندگی آزادی میگذره، اهمیت پرداختن به جنبش زنان و مطالبات اونها در عقیده من از اهم مطالبی است که باید به اون پرداخته بشه. ریشه های اون، ارزش های اون، مطالبات اون، دلایل موفقیتش یا اگر هم شکستی بوده آسیب شناسی اون، اینها از اهم مطالبی است که واقعا جاش خالیه در بسیاری از مباحثی که به حوزه اجتماعی یا سیاسی ما مربوطه. چرا این مسئله مهمه؟ خب ما میدونیم اساسا وقتی بحث در مورد انقلاب ها هست، اقشاری از جامعه که همیشه وضعیت اونها نسبت به وضعیت حکومت در تضییع یا به نوعی استثمارگونه هست، بیشترین مطالبه رو دارن و طبیعی است که در یک حکومت دینی زنان که همیشه آماج حمله بودن و بنابر ادله شرعی سعی شده به بازی گرفته نشن یا جنس درجه دوم در درون جامعه باشن، طبیعی است که در صف مقدم هر جنبشی برای تغییر وضعیت اجتماعی و طبیعتاً وضعیت سیاسی باشند. به همین دلیل مباحث متعددی رو در حوزه جنبش زنان از عصر مشروطه آغاز خواهیم کرد و تا به دوران کنونی خواهیم رسید. ببینیم این جنبش ها چگونه آغاز شده، چگونه راه رو طی کرده، موانعش چه بوده، آسیب شناسی هایی که این جنبش در پی داشته، سازمان، تشکل و رهبران این جنبش ها چه کسانی بودند و هر کسی چه اندازه سهم داشته. بنابراین بسیار مهمه که ما برای جامعه مدنی یا احزاب آینده بتوانیم مطالبات زنان رو در درون یک جامعه‌ای که چه سنت از نظر دینی و چه غیر دینی از باب فرهنگی تاریخی موانع متعددی برای زنان ما ایجاد کرده، مورد آسیب شناسی قرار بگیره، مورد بازشناسی قرار بگیره، تا بتوانیم با یک آگاهی نسبت به مسائل پیرامون خودمون طرح نوعی رو بیافکنیم. در خدمت خانم هرمینه اورداد عزیز هستیم و مباحث مربوط به جنبش های زنان رو در ابعاد مختلفش مورد بحث و نظر قرار خواهیم داد. من کمتر صحبت میکنم تا فرصت برای کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون فراهم باشه که بتونیم در خدمتشون باشیم. خیلی خوش آمدید خانم هوداد عزیز. بفرمایید. ابتدا اگر مطلبی هست، مقدمه، تعریف، هر چیزی که به نظر خودتون مناسب هست در خدمت شما هستیم. من تشکر میکنم از شما و از دعوتتون و از اینکه به این موضوع میپردازین، به دلیل اینکه موضوع بسیار پر اهمیتیه که باید بهش پرداخته بشه و منم سعی میکنم تا اونجایی که در بضاعت دارم درباره این مبحث زنان هم به صورت تاریخی در تاریخ ایران و هم کمی نگاهی جهانی داشته باشم بهش و از منظر علمی هم به این موضوع نگاه بکنیم و ببینیم که با توجه به علوم اجتماعی و با توجه به دوره تاریخی که ما درش بودیم و گذروندیم و رسیدیم به امروز که یک سال هست شعار زن زندگی آزادی مطرح شده در جامعه ما و سپس پخش شده در جامعه جهانی، چطور این مسیر طی شده و الان به چه صورت هست پیشینه این مسئله زنان در جامعه ایران ما. خب من فکر میکنم که خیلی خوب میشه که اگه بتونیم این نگاه تاریخی رو داشته باشیم به وضعیت زنان ما قبل از اینکه زنان اصلا شروع بکنن به اینکه بخوان برای خودشون احقاق حقی بکنن و تبدیل بشن به یک کسانی که یک جنبشی رو ایجاد میکنن، انجمنی رو ایجاد میکنن. در حقیقت زنان در دوران قاجار به صورت اسباب زندگی بودن و اصلا جایگاهی نداشتن به صورت یک انسان، و اگر که
به متون تاریخی نگاه کنیم ببینیم که آقای مرتضی راوندی در تاریخ اجتماعی ایران نقل قولهایی رو میاره از شرایط نکاح و ازدواج و اونجا توضیح میده که برای ازدواج دختران حتی رضایتشون مطرح نبوده و فقط این باید برای دختر مطرح میکردن که قرار ازدواج بکنه و سکوت اون دختر مبنی بود بر رضایتش بوده و چنانچه که پدرش میخواسته که اون رو به عقد کسی در بیاره دختر اجازه مخالفت با این مسئله رو نداشته و همینطور زنان زیادی دچار مشکلات اساسی تو زندگیشون میشن، از جمله مشکلات بهداشتی و بیماری های مقاربتی زیادی رو میگیرن که در اثرش جانهای زیادی از دست میره و میبینیم که خب در توصیه های مردانه در آن زمان باز هم به نقل از آقای مرتضی راوندی گفته شده که مردان میتونن حتی با زنانشون شوخی بکنن ولی این شوخی ها نباید در حدی باشه که زنان فکر کنن که هم سطح مرد هستن و تسلط مردان همیشه باید حفظ بشه در همون روابط دوستانه و شوخی هایی که دارن و نقل قول میارن از این که پیامبر اسلام هم با عایشه شوخی و بازی میکرده اما اون حالت تسلط خودش رو بر او از دست نمیداده. خب زنان در چنین شرایطی شرایط تحصیل هم نداشتن. با توجه به اینکه در دوران قاجار مکتب خانه ها بوده به صورت اینکه پسرا میتونستن برن و دختران هم میتونستن برن، اما به دلیل اینکه شرع و سنت و عرف شرایطی رو فراهم میکرده برای اینکه بهتر بوده که دختران در خانه بمانن و در سنین کودکی یعنی در 12-13 سالگی نهایتا به ازدواج در بیان، اینا رو نمیفرستادن و اجازه بهشون نمیدادن که تحصیل بکنن. فقط در زمان قاجار زنان و دخترانی امکانشو داشتن که تحصیل بکنن که از خانواده های خیلی خیلی نزدیک به دربار یا از خانواده هایی که در سطوح بالای اجتماعی قرار داشتن و در عین حال پدرانشون دیدگاهی داشتن که به این دختران آموزش بدن. اما این آموزش هام حالا بعد که روند رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که این آموزش ها هم در خونه صورت میگرفته و بیشتر دخترانی که بعداً زنان پیشرو جامعه ما شدن در زمان قاجار و پس از اون مشروطیت و پس از اون در ابتدای دوران پهلوی اول همشون ابتدا در محیط خونه و نزد پدر آموزش دیدن و حالا پدرانی داشتن که روشن فکر بودن و اونقدر متمول بودن که می توانستند یه همچین شرایطی رو برای دخترانشون پدید بیارن. خب این نشون دهنده اینی که شرایط زنان بسیار در زمان پیش از مشروطه اسفبار بوده، اما با تمام این اسفباری این زنان به این فکر میفتن که حالا هم دیگر رو آموزش بدن، مکتب‌های کوچکی درست بکنن و شروع بکنن به آموزش خوندن و نوشتن و کارهای ابتدایی به همدیگه مثل خیاطی یا خانه‌داری یا فن و حرفه‌های اینچنینی. البته که در دوران پیش از مشروعیت بسیاری از این انجمن‌ها چه کوچک و چه اندکی بزرگتر همشون مخفی بودن و به صورت مخفیانه کار خودشون رو انجام میدادن و سعی میکردن که به هر حال اون آموزش خوندن و نوشتن رو انجام بدن. و خب از افراد خیلی مهمی که میتونیم تو اون زمانه راجبش صحبت بکنیم خانم تاج السلطنه فرزند 12 ناصرالدین شاه که فرزندی است از دختر عموی ناصرالدین شاه که ایشون خیلی اعتراض داشته همیشه به وضعیتی که داشته نسبت به برادرش مظفرالدین شاه که اون رو یک آدم تقریبا نادان میدونسته و با وجود نادانی و ناشایستگی تفاوت بین خودش و برادرش رو احساس میکرده.
این خانم رو از 12-13 سالگی با وجود که فرزند نفر اول مملکت بوده در 12-13 سالگی شوهرش میدن به نوجوانی تقریبا همسن و سال خودش و به صورت تاریخی اینطور بوده که اول عقدی میخونن که سال بعدش ایشون رو به ازدواج درارن، سال بعد ترور ناصرالدین شاه اتفاق میفته و به هر حال 2 سال فاصله میشه و این خانم رو به عقد اون نوجوان دیگه در میارن و این زندگی به شدت زندگی پرتنشی میشه. خانم تاج السلطنه 3 بار خودکشی میکنه، 1 بار سقط جنین میکنه، مبارزات زیادی میکنه در خانواده خودش و در نهایت در 24-25 سالگی خودش موفق میشه که از این مرد جدا بشه. خب در اون سطح و وضعیت زندگی و با اون قدرتی که داشتن، ولی تمام شکایت خانم تاج السلطنه از زنبارگی و از شرایطی بوده که اون همسرش داشته و اگر بخوایم از منظر زنان به این موضوع نگاه کنیم، میبینیم که مردان چنان قدرتمند بودن در اون زمانه که حتی یک فرد میتونسته که به دختر شاه خیانت بکنه و زنباره باشه و شاه خودش هم نیاد و از دخترش دفاع بکنه. یعنی یک پیوندهای مرد سالارانه بسیار قوی میبینیم در اینجا که حتی یک نفر از فرزند دختر خودش دفاع نمی کنه و به فرزند دختر خودش هم این موقعیت رو نمیده تا بتونه که از حقوق انسانی خودش دفاع بکنه. و به هر حال ایشون در این سن از این همسرش جدا میشه، تنها 1 سال مجرد میمونه و پس از اون دوباره به عقد مرد دیگری در میارنش که 1 سال هم با اون زندگی میکنه و این بار راحت تر میتونه که از ازدواج دومش که بیشباهت به ازدواج اولش نبوده خارج بشه و سپس تصمیم میگیره که برای زندگی به اروپا بره. خب این خانم با موانع خیلی زیادی برای رفتن به اروپا مواجه میشه با وجودی که دختر شاه بوده، ولی در نهایت با فروش طلاهای خودش میتونه که شرایطی رو برای خودش فراهم کنه، مقرری رو درخواست کنه و خودش رو به عنوان یک زن مجرد تعریف بکنه و راهی فرانسه بشه برای دیدن دوره‌های مختلف هنری و اونجاست که باز یه مقدار میتونه که خاطراتی بنویسه و از زندگی خودش می‌نویسه، اما در تمام نوشته‌هاش از کم بودن مقرری خودش همیشه در شکایت بوده و در نهایت هم ایشون مجبور میشه که به ایران بازگرده و به خاطر اینکه بتونه خودش رو در یک وضعیت قابل قبولی در شرایط زندگی قرار بده 2 مرتبه برمیگرده به وضعیت زیر حجاب بودن و میره به سمت دوباره دین اسلام، با وجودی که در زمانی که از همسرانش جدا شده بوده همیشه اظهار نارضایتی میکرده از قید و بندهایی که در اثر اسلام یا در اثر اون شرایط مرد سالارانه در زندگیش داشته و 2 مرتبه برمیگرده و در راه کربلا جان خودش رو از دست میده و خب زندگی سختی رو سپری میکنه، اما به هر حال اون آرزوهایی رو که داشته تا حدودی میتونه که با وجود شرایط و جایگاه اجتماعی که داشته تا حدودی بهش جامعه عمل بپوشونه و البته ایشون در یکی از این انجمنهایی که زنان اون زمان تشکیل داده بودن هم عضویت داشته و خب خیلی برای زنان مهم بوده و همچنان هم من فکر میکنم اثرگذار ایشون در انجمن آزادی زنان در سال 1278 هجری شمسی که مطابق با 1899 میلادی عضویت داشته. خب من فکر میکنم که این خیلی چیز پر اهمیتیه که بدونیم که در اون زمان در جهان چه میگذشته و مسئله تحرکات جنبش های دیگر زنان در جاهای دیگه دنیا به چه صورت بوده.
که اگر بخوایم حساب کنیم در سال 1850 تقریبا به صورت خیلی خفیف مسائل زنان در اروپا هم مطرح میشه و تا سال 1890 یواش یواش دو تا موضوع در اروپا مطرح میشه، یکی مسئله رأی دادن و دیگری مسئله کار و شغل زنان در بازار کار در اروپا. و در ایران هم اگر که بخوایم باز بررسی بکنیم که میرسه یواش یواش به انقلاب مشروطه در زمان حیات خانم تاج و سلطنه، میبینیم که زنان هم شروع کردن به تشکیل انجمنهایی برای اینکه بتونن همدیگر رو قوی بکنن از لحاظ سواد خواندن و نوشتن و از لحاظ مهارت‌هایی که بتونن بابت شغل بگیرن. و همزمانی این دو موضوع به نظر من خیلی نکته قابل توجهیه، به دلیل اینکه خب متوجه میشیم که زنان در داخل ایران به صورت همزمان با زنان در جهان شروع کردن به اینکه بخوان برای خودشون شخصیت واحدی رو داشته باشن و بتونن که خودشون رو از لحاظ اقتصادی و از لحاظ دانش به طوری قوی بکنن که بتونن به صورت مستقل زندگی خودشون رو ادامه بدن. بله، من یه نکته رو شاید بد نباشه برای بینندگان عزیز عرض کنم، برای اینکه واقعا این دشواری راهی که زنان ما داشتن از کجاست، شاید بد نباشه بین دو جامعه من یه تفکیکی قائل بشم. شما فرض کنید یه جامعه‌ای وجود داره که این جامعه بنابر سنت‌های خودش رفتار میکنه، یعنی آنچه که به یاد اون مردم هست رفتاری است که پدرانشون، پدر بزرگ‌های خودشون انجام میدادن و هیچ گونه تقدسی در اون جامعه وجود نداره، صرفا یه روش زندگی است، یک روش زیستنه. خب این نوع جوامع این شانس رو دارن که با مؤلفه های جدید، ارزش های جدید، مطالبات جدید راحت تر وفق پیدا بکنن. یعنی اگر احساس کردن که مناسبات نیاز داره تغییر پیدا کنه، مانعی در برابرشون نیست و میتونن به راحتی اون رو به روزرسانی بکنن. اما جوامع دیگری وجود دارن که در درون این جوامع مفاهیمی وجود داره که زندگی یک انسان رو تحت شعاع قرار میده. به عنوان مثال وقتی شما یک ایدئولوژی، یک گفتمان، یک اعتقاد به نام دین دارید که ارزش‌ها و نقش‌ها رو مقدس می‌کنه، دیگه به راحتی نمی‌تونید اونها رو تغییر بدید. یعنی یکی از مهمترین موانعی که ما ایرانیان داشتیم و خیلی از کشورهای دیگر بحث مقدساته، یعنی یک کتاب الهی و یک مفسر یعنی پیامبر اسلام تبیین کننده، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی کسی که میخواد به شما کتاب و حکمت رو یاد بده و شما رو تزکیه بکنی. خب او به شما یاد میده که با زنان چگونه برخورد بکنی، در چه سنی اونها رو به همسری بگیرید، روابط شما چیه، حقوق شما چیه. و وقتی یک چنین رفتاری در درون یک ایدئولوژی مقدس میشه، احکامش لازم الاتباع میشه، به روزرسانی، تغییر و تحولش دشوارتره. به همین دلیله که کاملا در درون ساختارهای فکری و همینطور ساختارهای اجتماعی نفوذ پیدا میکنه، دستگاه‌های ساخته میشه که مانع هستن برای اینکه ما بتونیم دائما زندگی خودمون رو به روزرسانی کنیم. حتی این برای مردم هم وجود داشته، برای آقایون هم وجود داشته. یعنی بسته به سلسله مراتب مختلف شما میبینید که آنقدر مانع وجود داره که کار دشواری است در برابر اون قیام کردن، سخن گفتن، به نقد کشیدن. و در واقع این همون تعبیری است که آقای رابرت دال به کار میبره در جوامعی که حالیشون مورد اسکاندیناوی رو مثال میزنه، که در اونجا مقدسات یا نوع ساختارهای جامعه به نوعی دارای یک نگاه اولویتی نیست، بلکه تا حدود زیادی مردم برابرن، میتونن بر اساس لیاقت، شایستگی و آنچه که امروز براشون اهمیت داره طرح جدیدی از زندگیشون بذارن. ولی ما وقتی به اسلام نگاه میکنیم که جزء زندگی انسانها رو از منظر خودش، آن هم با علوم و دانش و معرفت 1400 سال پیش میخواد سامان بده، کار خیلی دشواره و علل خصوص برای کسانی که در تبعیض به سر میبرن. و خب این نشدنیست مگر با آگاهی.
یعنی همین خانم تاج السلطنه بگیرید، خانم صدیقه دولت آبادی بگیرید، خیلی از افراد دیگر، اینا کسانی هستند که سعی کردن مسئله دانش و آگاهی، ایجاد مدارس، اینا رو در اولویت قرار بدن. چون شما هر چقدر بخواید به مردم این مسئله رو عنوان بکنید که شما در یک آگاهی کاذب قرار دارید، نقش زنی نیست که دین برای شما تعریف کرده. این نقش شاید برای 1400 سال پیش خوب بود، که البته من معتقدم همون زمان هم خوب نبود، چون ما در همون زمان پیامبر اسلام زنانی رو داشتیم در امر اجتماعی مشارکت میکردن، داره جایگاه برجسته‌ای بودن. من نامهای اینا رو بارها تکرار کردیم که حالا دیگه اطاله کلام نمی کنیم. ولی با آمدن پیامبر اسلام دیگه زن شد حصیر خانه، گوشه نشین، و صراحت هم شد میگه وقر نفی بیوت کن نه بلا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، میگه نیاید بیرون، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید مثل گذشته که این کارا رو میکردید. به همین دلیله که حجاب و پرده نشینی ایجاد شد، یعنی یک قبری بزرگتر منتها در ابعاد خانه برای زنان در نظر گرفته شد. دیگه اونها نقش اجتماعی نداشتن، مشارکتی در امور انسانی ندارن، و بنابراین وقتی اینها قدسی میشه، وقتی مقدس میشه، بر اساس اون هم ساختار ایجاد میشه و وظیفه حفظ و حراست از این احکام رو هم در درون خانواده به پدر، برادر یا مردان واگذار میشه و در سطح جامعه به عهده دولت و محتسبان و امر به معروف و گروه های دیگر. خب طبیعیه یک حصاری پیرامون این بانوان ما کشیده میشه که کار دشوار میکنه. نقش تعلیم و تربیت نقشی بسیار پر اهمیت بوده در اون زمان. به همین دلیله که شاید ابعاد سیاسی برای چنین زنانی مطرح نبود، یعنی اونها احساس میکردن اولین مرحله اینه که ما روزنامه‌ای، مجله‌ای، کار آموزشی، مدرسه‌ای ایجاد بکنیم که بتونه اینها رو حداقل سواد خواندن و نوشتن رو بیاموزن، و بعد ما بتونیم با این ترجمه کتاب‌هایی که در همون زمان هم آرام آرام آغاز شده بود، دانش‌های جدیدی، آگاهی‌های جدیدی رو به زنان بدیم. بفرمایید از نقش تربیت، نقش مدارس، مجلات، آموزش‌هایی که پایه هر نوع تحولی است. بفرمایید خانم. بله، چون شما به مسئله پیامبر اسلام اشاره کردین و به اینکه ایشون و اون دینی که آوردن به چه صورت تأثیر میذاره و زنان پیش از اون در اجتماع فعال بودن، من فقط اشاره میکنم به همسر اول ایشون که زنی متمول و تاجر بودن و ایشون با توسل به وضعیت ثروت ایشون و تجارت ایشون به هر حال تونست که شرایطی رو برای خودش به هم بزنه، ولی سپس در مورد همسران دیگر و در مورد تمام اون افرادی که در زیر چتر اون دین اسلام قرار میگیرن، دیگه این مسئله پردنشینی که شما فرمودین ادامه پیدا میکنه و مشکل دین اسلام و اون نوعی که دین در حکومت قرار گرفته در طول تاریخ کشور ما از زمان صفوی تا کنون به این صورته که از دین فکت میارن. در حقیقت این فکت آوردن از دین یک نوع مغالطه است و مغالطه صوفیستی حساب میشه، به دلیل اینکه زمانی که شما یه فکتی رو میارین، این فکت یعنی ثابت شده است و یعنی امروز که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، دانشمندان زیادی به این نتیجه از راه تحقیق و تحصیل علم و دانش رسیدن و در این حال چون دانش مدام خودش رو نو میکنه، هر آن ممکنه که درستری از اونی که امروز وجود داره بیاد و هر روز این علم و دانش بروز میشه. اما دین اسلام یک چیز ثابتی است که مانده و آوردن فکت و استناد کردن به اون باعث میشه که همیشه اون زندگی برگرده و اون شرایطی که برای اون مردم وجود داره برگرده به همون 1400 سال پیش و با استفاده از این مغالطه که به عنوان فکت ازش استفاده میشه. اما اگر که بخوایم برگردیم به اون چه که من خانم مرداد عزیز یه نکتم ذکر کنم، اصلا بحث اسلام سیاسی یک قسمت کاره، تسلط دین بر ذهن انسانها بدتر و زنجیرها و انقیادش خیلی شدیدتر از ساختارهای بیرونی است. یعنی شما اگر نگاه بندازید به 300 سال قبل، 400 سال قبل، درست دانش ها محدود بود، اما بسیاری از مردم زندگی و سرنوشت خودشون رو در همون تبعیضی که بود مقدس میدیدن. یعنی بسیاری از زنان حتی امروز ممکنه ساختارها در جهان غرب آزاده،
اما یه بانوی مسلمان رو شما میبینید هنوز دوست داره با همون ارزش‌های اسلامی زندگی کنه. خب برای چی؟ آیا ساختارها در غرب جلوشو گرفته؟ نه، ولی او هنوز از ترس جهنم فکر میکنه که باید در جهان غرب هم روسریشو داشته باشه. یعنی آنقدر این ساختارها بر ذهن افراد اثر میذاره که اگر در یک جامعه ای حتی اون ساختارهای امر به معروف و نهی از منکر و اینا هم نباشه، باز او خود کنترلی خودشو داره از ترس اینکه نکنه در روز دیگری او رو مجازات بکنن. بفرمایید. بله، این خودباوری در حقیقت تبدیل میشه به باور انسان به دین، و دین اسلام وقتی که اون باور رو میاره به جای خودباوری میذاره، اون وقته که هر انسانی و هر زنی میتونه که در ازای اینکه خودش رو باور بکنه و انسانیت خودش رو باور بکنه، اون دین رو باور بکنه و اونچه که اون دین میگه به همون نتیجه یا میرسه که الان ما در جاهای مختلف دنیا میتونیم ببینیم و چیزی هستش که اسلامیون ازش به نام التزام نام میبرن و از الزام برسه طرف به التزام که خودش بخواد اون قوانین ضد انسانی رو رعایت بکنه. به هر صورت من حالا سعی میکنم که زیاد وارد مقوله دین و زنان نشم به دلیل اینکه در اون مسئله صحبت زیاده و از این موضوع تاریخ زنان ایران فاصله نگیرم. خب با توجه به اینکه انجمنهای خیلی مخفی در اون زمان وجود داشتن، ولی بعضی از انجمنها بودن که به ثبت رسیدن. ما در دوران مشروطه و پیش از انقلاب مشروطه، پیش از وقوع انقلاب مشروطه، زنان زیادی رو میبینیم که مشارکت میکنن در کارهای مختلفی که در اون دوران اتفاق میفته، حتی تا جایی که زنان مسلح میشن و سعی میکنن که وارد مجلس بشن تا بتونن مردانی رو که در مجلس به عنوان نمایندگان مشروطه هستن مجاب کنن که در مقابل حمله روسیه مقاومت بکنن و کارهای زیادی بکنن. به هر حال، یا اینکه زمانی که برای اینکه سهام از دولت بخرن و بانک ملی رو تأسیس بکنن، طلاهای خودشون رو به فروش میذارن و اون مبلغ رو برای دولت فراهم میکنن، که به نظر من این کارهای بسیار بزرگ و تاثیرگذاریه که اتفاقا بهش کم پرداخته میشه و متوجه نمیشیم ما که در جمع کار کردن زنان و البته همه افرادی که توی کشور هستن چقدر اهمیت پیدا میکنه از ایندیویدوئل یا فرادا کار کردن افراد، به خاطر اینکه تک نفره اونقدر تاثیرگذار نیست در جنبش‌های اجتماعی و در پیش بردن مسئله اجتماعی. اما اگه بخوام از انجمن‌ها نام ببرم که خیلی اهمیت داشتن در اون موقع و الان، انجمن‌های زنان وطنخواه، انجمن سری زنان ایران، انجمن مخدرات وطن، اتحادیه غیبی نسوان، انجمن آزادی زنان، اتحادیه نسوان، هیئت نسوان قزوین، هیئت نسوان اصفهان و در شیراز هم انجمن دیگری که اینها حتی روزنامه و نشریه هم داشتند. خانم هورداد عزیز، اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه باید بریم برای آگهی ها برگردیم، پیرامون همین انجمن ها بعد از پخش آگهی ها و بازگشت در خدمت شما هستیم و با شرح و بست بیشتری مسائل رو پیگیری میکنیم. سپاسگزارم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن
844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه ایتالیا، فرانسه، دیدار از شهرهای زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم، اقامت در هتل‌های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروف‌ترین دیزاینر آوتلت. تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های GLVs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLVs برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLVs، پل ارتباطی شبکه ما با شما. بنا به استقبال شما عزیزان، تخفیف ویژه GLVs تا 15 ماه فوریه تمدید شد. اشتراک 12 ماهه اپ GLVs بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. این تخفیف ها فقط برای مشترکین جدید می باشد. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glvs.com مراجعه فرمایید. گروه شرکت‌های گل لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولداین، می توانید برای فروش تبلیغات در GLVs، شارژ اشتراک GLVs، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. GLVs با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLVs بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLVs پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLVs نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLVs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. خب، با درود مجدد خدمت بینندگان گرامی، پیرامون بحث جنبش های زنان اولین جلسه رو در خدمت خانم هوراد عزیز هستیم. خب میدانید جنبش به معنای یک تحرک اجتماعی است که انسانهایی وفادار به یک مطالبه، یک ارزش، سعی میکنند با سازماندهی، با رهبری به دنبال برآوردن اون مطالبات باشند. ما وقتی به جنبش زنان نگاه میکنیم، این جنبش از جای آغاز شده، مطالباتی بوده، عده‌ای دغدغه های زنانه داشتن در درون یک جامعه نه تنها مرد سالار، بلکه یک نوع نظام اعتقادی که در اون اساساً زنان به عنوان گروهی ناقص العقل شناخته شدن متاسفانه، و شخصیت هایی هم که دامن زدن به این داستان ها، از اسطوره های دینی گرفته تا کسانی هم که در مقام حاکمان این سرزمین بودن، روحانیون و آخوندها بودن، هر کس سعی کرده این نظام تبعیض‌آمیز رو حفظ بکنه. و به نوعی وقتی صحبت از جنبش میشه،
باید به ریشه های اون پرداخت. چه کسانی سعی کردن در اون محیط مردانه با کمبود امکانات یک صدایی داشته باشن، یک رسانه‌ای داشته باشن، زحماتی بکشن، انگ ها و ننگ ها رو بپذیرن تا بتوانن وضعیت جامعه رو دگرگون بکنن. ما امروز کارمون خیلی ساده است، یعنی اگر نگاه بندازیم به دوران پیشامشروطه و مشروطه، آن وقت قدر روشن فکران و مبارزان رو بیشتر درک میکنیم. امروز تکنولوژی سبب شده که کار ما آسان بشه، هرچند پیچیدگی های جوامع هم خیلی متنوع شده، ولی مسئله بر سر اینه که هیچگاه نباید فراموش کرد چه کسانی اولین سنگ بنای این ساختمان رو نهادن، این جاده رو هموار کردن. و اگر ما نام اونها رو نشناسیم، کارهای اونها رو ندانیم، طبیعی است که الگوها و اسطوره های خاص خودمون رو هم نمیتوانیم بسازیم. زنانی که امروز اگر در انقلاب زن زندگی آزادی مشارکت میکنن با هر عقیده ای، با هر گرایشی، چه خانم فاطمه سپهری که به هر حال حجاب خودش را حفظ کرده در برابر استبداد میسته، و چه دیگر زنان، زنانی که جایزه صلح نوبل میبرند در مسابقات مختلف، جوایزی رو کسب میکنند در ورزش، در خیلی از امور دیگر، همه اینها شایان تقدیره. به هر حال زنان در درون یک رژیمی که اساس و اندیشه ایدئولوژیکش اینه که زن باید خانه نشین باشه، حصارها رو میشکنه، پر اهمیته. بنابراین امروز سعیمون این است که نگاهی بیندازیم به زنانی که شروع کردند نسبت به جامعه خودشون اعتراض رو و سعی کردند مبنای آگاهی رو در درون اون جامعه بچینن. و در خدمت خانم اوداد عزیز هستیم که با این شخصیت ها آشنا بشیم، چه کارهایی انجام دادن، سیر تحول و اندیشه های اونها به کجا کشیده، و شاگردانی که بعضا پرورش دادن یا سنگ بنایی که گذاشتن به چه ساختمانی ختم شده. بفرمی خانم اوداد عزیز. خواهش میکنم. من در این بخش اول به کارهای تاثیرگذاری که توسط زنان حتی گروه های بینام و نشان انجام شده بود میپردازم و بعد برمیگردم روی نام های خیلی تأکید شده و زنانی که واقعا تأثیر داشتن، تحصیل کرده بودن و انجمنهایی رو درست کردن. اما اون تحرکاتی هم که زنان سطح جامعه باز هم تحت لوای همون انجمنها انجام میدادن، کارهای تأثیرگذاری بوده. درباره کشف حجاب یا برداشتن روبنده، به هر حال در زمان خانم قرة‌العین صحبت‌هایی شده که خب بر نمی‌گرده به اینکه ایشون کشف حجاب کردن، فقط روبنده از روی صورت برداشتن برای اینکه نوع نگاهشون مشخص بشه. اما اولین حرکت پس از سال‌ها پس از این مورد، اعتراض خیابونی زنایی بوده که میان در خیابون و روبنده از روی صورتشون بر می‌دارن، که در اون زمان در سال 1286 این حرکت خودش نوعی کشف حجاب محسوب می‌شده و این اندکی پس از انقلاب مشروطه و وقوع اون انقلابه. این زنان دست جمعی وارد خیابون میشن و شعار میدن که مشروطه به ما آزادی داده و ما دوست داریم که بدون حجاب باشیم و هر طور که میخوایم زندگی کنیم، و در حقیقت خواسته اصلیشون رها شدن از قید و بندهای دینی یا مردسالارانه درون اجتماع بوده. این زنان وقتی که راهپیمایی میکنن، مردان بهشون حمله میکنن و به هر حال اینها رو متفرقشون میکنن. ولی مشروط خواهان مهم هم در این حال راجع به اونها صحبت هایی میکنن که نشون دهنده اینه تضاد و تقابلشونه با این زنان، و گروهی اونها رو، گروهی از مردان مشروط خواه اونها رو فاحشه مینامن. بخشی از مشروط خواهان میگن اینا از طرف آخوندهایی مأمور شدن، اون آخوندهایی که میخوان مشروطه رو مشروع اعلام کنن، این زنان رو بهشون پول دادن و فرستادنشون برای این تظاهرات که لکه ننگی بشن برای ما. و اینجا واقعا این تاریخ بارها در تاریخ ایران تکرار شده، این حرکت که زمانی که زنان خواسته ای داشتن، مردان جامعه به جای اینکه به اون خواسته گوش بدن و متوجه بشن که اون خواسته چیه، حالا همراهی که هیچی، ولی حتی به جای فهمیدن اون خواسته
اولین برچسبی که به اون زنان زده شده فاحشه بودن و یا پول گرفتن در ازای یک حرکت اجتماعی. در اینجا این زنان متوقف میشن و این گروه دیگه کاری رو نمی کنن. اما باز میبینیم که در محافل خصوصی کسانی هستن که حجاب از سر بر میدارن، مثل خانومی که زن بهایی بوده و با نام مستعار طایره مطلب می نوشته به نام خانوم لایحه خانوم دانشمند، مقالاتی رو می نوشته و از حجاب و اون قید و بندهایی که بوده در مقالاتش اعتراض می کرده و ایشون متعلق بوده به انجمن مخدرات وطن و سعی می کرده که حجاب رو یه جوری به چالش بکشه و در جمع‌های خصوصی ولی فقط میتونسته که حجابش رو از سر برداره، اما در نوشته‌هاش به مسئله حجاب و به مسئله پوشش زنان اشاره می‌کرده و حالا این یک سال بعد از اون حرکت تظاهرات زنانه. اما در سال 1293 انجمن‌ها و نشریاتی اومده بودن و شروع می‌کردن به توضیح اون وضعیت زنان و راجب زنان می‌نوشتن. خب گروهی از بانوان بودن و مجله‌ای داشتن به نام گروه بانوان و بانوییان ایران که روبنده رو یکی از عوامل خرابی لباس زنان می‌دونستن و نشریه دیگه‌ای به نام زبان زنان که خانم صدیقه دولت‌آبادی اونو در اصفهان راه اندازی کرده بوده در مخالفت با حجاب مقالاتی رو منتشر می کرده که این مجله هم از طرف مردان و دولت تحمل نمی شه و بسته می شه. حالا یکم که بریم جلوتر من از گروه های فشاری که اون زمان هم بودن توضیح می دم که این گروه های فشار چطور می تونستن که به زنان فشار بیارن. بعد از اون تحصن یه سری زن رو داشتیم که در یک مسجدی در مقابل اینکه حجابشون رو بخوان از سر بردارن متحصن میشن ولی نمیتونن و موفق نمیشن که به خواستشون برسن. مردان اون مسجد رو محاصره میکنن و خواسته این زنان به سرانجام نمیرسه. اما تمام این تحرکات حتی زمانی که به سرانجام نمیرسه نشون میده که زنان به هر حال به صورت متشکل میخواستن که کاری را انجام بدن در رابطه با پوشش خودشون و در رابطه با ظاهر خودشون و مردان جامعه و دولت مردان جامعه رو تا حدودی مطلع میکردن از خواسته های خودشون. و در سال 1300 میرسیم به اینکه خانم فخر آفاق پارسا به دلیل نگارش مقاله‌ای توی مجلش در رابطه با حق انتخاب لباس زنان در مشهد مورد تعرض قرار میگیره و مجبور میشه که مشهد رو ترک کنه و به تهران بیاد و اونجا زندگی بکنه. و تنها چیزی که در مقالش نوشته بوده این بوده که زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را ندارند. آنها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محرومند. خب همین چند جمله باعث میشه که این خانم رو از مشهد برونن و مجبور بشه که شهر خودش رو ترک کنه. بعد یکی از حرکت‌های مهم زنان در اردیبهشت 1302 و من متذکر میشم که اینجا همچنان حکومت قاجار وجود داره و هنوز نرسیدیم به دوران رضاشاه، اما خب تحرکات زنان و اون انجمن‌ها حضور دارن و جمعیت نسوان وطنخواه ایران یک تئاتری رو به نام تئاتر آدم و حوا ترتیب میده فقط برای زنان که این تئاتر فقط برای زنان بازی و اجرا بشه و روی صحنه میبرن این تئاتر رو در منزل یکی از همون اعضای انجمن، در حالی که فقط پرده اول تئاتر روی صحنه رفته بوده از این گروه شکایتی به نظمیه اون زمان میشه و آژانها میان در زمانی که زنان داشتن در میانه اون میان پرده چای و شیرنی میخورن میان و آژانها در این خانه رو میزنن و میگن که شما باید متفرق بشین
چون از شما شکایتی شده. یعنی فضا اون به اون صورتی بوده که وقتی اون گروه های فشار می اومدن شکایت میکردن، شکایتشون پذیرفته میشده و بعد این شکایت به این صورت بوده که اینها زنانی بودن که برای مذمت حجاب برای زنان دیگه تئاتر درست کردن و این خانوم رو به شدت مورد آزار و اذیت قرار میدن و خانوم نورالهدا منگنه در دیباچه کتاب شعری که داشته ماجرا رو اینطور روایت میکنه که من براتون دقیق از روی نوشته خود ایشون میخونم که نقل قول باشه. ایشون گفتن که این نمایش را در شب 27 ماه رمضان برگزار کردیم، زیرا در سایر ماه‌های سال بعد از غروب آفتاب عبور و مرور در کوچه و خیابان برای زنان ممنوع و قدغن بود. نمایش مزبور فقط برای بانوان بود، در صورتی که همه آنها با چادر و پیچه مشکی بودند. پرده اول نمایش به خوبی اجرا شد، زنان مشغول صرف شیرینی و چای شدند که در حیاط را به شدت کوفتند. پی در پی خبر می رسید که از کمیساریا و نظمیه دستور رسیده فوراً متفرق شوید. نخست ما قبول نکردیم و برای انجام کار پافشاری کردیم. بالاخره حریف نشدیم، ناچار به اطلاع خانوم ها رساندیم که از طرف نظمیه مانع پیشرفت کار هستند و باید متفرق شوید. اما ماجرا تمام نشد. چنانچه نورالهدا منگنه در خاطراتش نوشته، از فردای آن روز در تمام مسجدها به آن خانه و صاحب خانه بد و زشت و ناروا روی منبرها گفتند. همه جور واجور فحش می دادند، لعن و تکفیر می کردند و تکیه کلام آنان بر این بود که در خانه‌ای که در کوچه وزیر دفتر واقع است، صاحب خانه توطئه کشف حجاب را فراهم کرده بود. شایعه کرده بودند که در پرده اول نمایش مفاسد و مضرات وجود چادر و بودن حجاب را نشان دادند. روز 27 و 28 رمضان با این رویه گذشت. یکی دو ساعت از شب 28 گذشته بود که ناگهان عده‌ای از ولگردان و اوباش در منزل مرا شکسته و ناگهان وارد خانه شدند و با چوب و سنگ به من حمله وحشیانه کردند. با هر تدبیری بود خود را از چنگال آنان خلاصی دادم. در حالی که مجروح و آزرده بودم، آنها آنچه می توانستند از اشیاء سبک وزن به یغما بردند. خب می بینیم که توی همچین وضعی زنان سعی می کردن که باز اون انجمنها و اون تشکلهای خودشون رو نگه دارن، با وجودی که علاوه بر دولت که جلوشون رو میگرفته، گروه های فشار به این ترتیب قصد جونشون رو میکردن، اما این زنان همچنان به کار خودشون و همچنان به تشکل سازی خودشون ادامه داده بودن. خانم مرداد عزیز، من یه نکته رو هم عرض کنم میان فرمایشات شما. ما وقتی آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده رو میخونیم، میرزا آخان کرمانی رو میخونیم، طالبوف تبریزی رو میخونیم، میرزا یوسف خان مستشار و دوله رو میخونیم، میرزا ملکم خان ناظم و دوله رو میخونیم، اونها هم به مسئله زنان اشاره کردن و این نکته بسیار مهم که این احکام شرع باعث شده که زنان عملا دیگه نقش اجتماعی نداشته باشن و کاملا از عرصه کارهای تربیتی گرفته، اجتماعی گرفته، امور مربوط به حتی سرنوشت خودشون گرفته کنار ماندن. یعنی علاوه بر زنانی که فعالیت میکردن، روشن فکران و نخبگانی هم بودن که سعی میکردن به این مسائل بپردازن. حتی من در گذشته در برنامه بازشناسی باورها یک نزاع کلامی رو در مجلس بین وکیل الرعایا، یعنی محمد تقی وکیل الرعایا، که مدافع بود که زنان بتونن انتخاب کنن افراد رو، یعنی حق رأی داشته باشن، با سید حسن مدرس که اون مخالف بود با اینکه زنان بتونن حتی انتخاب کنن، و استناد میکنه به قرآن که دین ما اسلامه و در اسلام هم اشاره شده الرجال قوامون علی النساء، اینا تحت قیمومیتن و اینها این حق رو ندارن. یعنی میخوام عرض کنم چند اندازه جنبش های اجتماعی علاوه بر اینکه مدافعانی داره، موانعی هم داره.
یعنی کسانی که سعی میکنن وضع موجود رو نگه دارن، با اینکه بسیار تبعیض‌آمیزه و غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، اما در صدر این هستن که اون وضعیت رو نگه دارن. و در این راستا همین بحث نظمیه یا گروه های خاصی که نقش خوب سرکوب رو دارن و میتونن این کارها رو انجام بدن نقشی بسیار تعیین کننده است. از اون طرف هم چون ما بحث جنبش رو مطرح میکنیم، در درون جنبش ها یه آزادی عملی همیشه مفروضه، یعنی گروه های مختلفی که بتونن خودشون وضعیت خودشون رو بشناسن، نحوه مطالبات خودشون رو، ارزش های خودشون رو با اون نقش هایی که دارن تنظیم کنن. یکی از نقد هایی که بر سیستم هایی که به دنبال توسعه هستن اما توسعه آمرانه رو میخوان اینه که اجازه نمیدن یک جنبش به بلوغ خودش برسه. مثل پدری که دوست داره فرزندش به زور همون جوری که او میخواد درس بخونه، سریع پیشرفت کنه، در حالی که خب یک زمانی باید طی بشه. و چه بسا اینها هم از یک طرف دیگه به جنبش های اجتماعی میتونه ضربه بزنه. بفرمایید، من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بله، تو روند تاریخی زمانی که میرسیم به جایی که رضا شاه میاد و قانون کشف حجاب رو اجرا میکنه، اون وقت مشخص میشه که چقدر این قانون دچار ایراد و اشکاله و چقدر سخت اون اجرا کردنش، و هیچ وقت هم اون همون توسعه آمرانه‌ای که شما میگین هیچ وقت اجرا نمیشه، چون فقط بخشی از قانون رو به صورت روبنایی تغییر میده اما مسائل زیربنایی همچنان همون شکلی که هست باقی میمونه، و به خاطر همین باز دوباره زنا مجبور میشن که چشم پوشی بکنن تعداد زیادیشون از اینکه بخوان در اجتماع حضور داشته باشن. اما خب در حقیقت من ببخشید این نکته بگم چون دارین وقت برنامه هم تموم میشه. ببینید خیلی نکته مهمی است، یعنی گاهی بعضی از عزیزان صحبت میکنن که خب اگر رضا شاه به زور نمی آورد، خب زنان که خودشون نمی آمدن، در حالی که ما داریم نگاه میکنیم این تاریخ رو که زنان مشارکت میکنن، علاقه دارن. بزرگترین لطفی که رضا شاه میتونست بکنه اینه که نظمیه دخالت نکنه، یعنی اتفاقا کسانی مثل روحانیت که به دنبال اینه که حجاب اجباری به زنان بده، وضعیت اجباری بر زنان تحمیل کنه رو مانع بشه، اما اجازه بده اون جنبش کار خودش رو بکنه و این زنان خودشون روی پای خودشون جنبش های مناسب وضعیت خودشون رو انجام بدن. یعنی مشکلی که هست در هر چیزی که اجباری باشه، اصلا در توسعه ما چیز اجباری ندارید، یعنی چیزی است که انسان ها به مرور زمان باید خودشون بنابر موقعیت و آگاهی خودشون اون رو شکل بدن. دولت فقط باید موانع توسعه رو کنار بزنه، یعنی اجازه بده برخی جنبش ها که به هر حال سنت های دینی مانع هستن جلوی اونها رو بگیره که اینا سر شکل خودشون داشته باشن. ما حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید و این بحث رو ما جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هستیم. من فقط همین در رابطه با مسئله که شما فرمودین میخوام بگم که مسئله ایران در اون زمان مسئله همون قانون مشروطه است، یعنی در حقیقت تحت قانون مشروطه که بسیاری از قوانینش اسلامی بوده هیچ جوری نمیتونستن که اون آزادی رو که هرچند محدود زنا میخواستن بهشون بدن. حالا بعدن که این انجمنها رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که این انجمنها مجبور بودن چارچوب خودشون رو در زیر قانون شرع بگذارن و چنانچه اینطور میشد، اینطور بررسی میشد یا تبیین میشد، اون وقت اجازه میدادن که ثبت بشن. و زمانی هم که رضا شاه میاد اون قانون کشف حجاب رو میذاره، بقیه قوانین رو مثل ولایت شوهر بر زنش یا برادر یا پدر بر دخترش که بالای 18 سال باشه از جاش تکون نمیخوره. به خاطر همین خانواده ها به صورت سنتی اون فشار خودشون رو خیلی راحت میتونن بر زنان بیارن، و در حقیقت اگرچه که قانون بیرون اینه که زنان بدون حجاب باشن، اما خب اونا دیگه زنانشون رو به مدرسه یا عرصه جامعه نمیفرستن. بله، ممنونم از شما. ما به این مباحث ادامه خواهیم داد در جلسات آینده. سپاسگزارم تلویزیون پارس جام شهرتی عزیز و همینطور از شما خانم هوداد گرامی. تا فرصتی دیگر، پایدار موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم
اندیشمندان مختلف در